بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. زن بیننده، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات الله متعال من آنو شکر سپاس میگم که دوباره این توفیق رو پیدا کردم تا بتونم در برنامه پالایش در خدمت شما زن بیننده باشم. از الله متعال برای همتون سربلندی و سعادتمندی دنیا و آخرت رو خواهان و خواست دارم. ما در این برنامه به حول قوه الهی در مورد راه‌های دیگه یا اسباب دیگر افزایش ایمان و تقویت ایمان صحبت می‌کنیم و اینکه قضیه ایمان برای مؤمن در حقیقت اولویت اول بگیم زندگیش هست و مهمترین دغدغه مؤمن هست، چرا که هدف از خلقت ما و هدف از آفرینش ما به این دنیا عبودیت، در حقیقت عبادت هست و تقویت ایمان، افزایش ایمان، در حقیقت همونطور که در زندگی سلف هم ما گفتیم عزیزان بیننده که چطور به این قضیه اهمیت میدادند و حتی به زبان هم میگفتند به هم دیگه که بیا با هم بشینیم لنجدد ایماننا، برای اینکه ایمان خودمون رو تجدید بکنیم، ایمان رو تقویت بکنیم. و در حقیقت بگیم عصر ما یا در زمان ما که در حقیقت مقداری بگیم پدیده ضعف ایمان پدیده شایعی هست، یا ما در عبادت‌های خودمون یعنی لمس می‌کنیم اینو، انسان زمانی که در نماز می‌ایسته حواس پرتی که تو نماز داره، خشوع و خضوعی که ضعیف هست در نماز، فکر هزار جا میره، یعنی روحی که از عبادت‌ها در حقیقت گرفته شده، یا در مورد رفتار ما با کلام الله، کتاب الهی که در حقیقت از صفات اهل ایمان اینه که تمسکشون به کتاب الهی، تلاوت کتاب الهی به کثرت، تدبر در کتاب الهی، ما میبینیم که این رابطه ما با کتاب الهی رابطه ضعیفی شده و در حقیقت چه بسا روزها بگذره، چه بسا ماها بگذره و در کتاب الله باز نشه، چه بسا انسان بذاره اونو به رمضان، به ماهی مثل رمضان بذار، رمضان بیا تو رمضان قرآنو میخون، یا دیده میشه که در حقیقت در ماه مبارک رمضان همه روی میارن به تلاوت قرآن. و در خیلی از عبادت‌های دیگه ایزان بیننده، یا اینکه ما انسان به راحتی دچار گناه میشه، به راحتی گناه میکنه، یا در مورد انجام گناهان بی تفاوته، یعنی چه بسا گناهان برای انسان مثل آب خوردنه، به راحتیه، یعنی طرف چشمش شاید یه چیزی میفته که نباید بیفته، عادی جلوه میکنه برای ما، یه صحبتی که نباید از ذهن ما بیرون بیاد در حق برادر مسلمانمون، در حق دیگران، یا علی عزو بالله شاید دروغ باشه، شاید تهمت به دیگران باشه، چه بسا با اون صحبتی که میکنیم، با اون جملاتی که میگیم دل کسی رو بشکنیم، دل کسی رو برنجونیم، یا حقی از کسی ضایع بشه، یا طرف قسم دروغ میخوره برای اینکه مثلا در معاملش سود بیشتری بکنه، دروغ میگه، غلغش میکنه، یا علیاذ بالله انسان در مورد دین خدا، در مورد امور دینی، در مورد اعتقادات و باورها چه بسا چیزهایی به زبان بیاره که نباید بیاره، باعث خشم خداوند میشه، یا در وقت بلاها و مصیبتها چه بسا انسان کلماتی، جملاتی از دهانش بیرون بیاد، العیاذ بالله، که گناه هست، خلاف شرع هست، باعث نارضایتی الله میشه.
و همه این ظواهر و مظاهر انسان بیننده مظاهر ضعف ایمان هست. چسبیدن ما به دنیا، حب دنیا، دلبستگی به دنیا، به مال و متاع دنیا و تصور کردن اینکه این زندگی زندگی همیشگی هست، اینکه انسان اصلا مرگ رو فراموش بکنه، اینکه انسان قیامت و آخرت و قبر رو فراموش بکنه، همه و همه اینها زنگ خطر احزان بیننده برای ایمان ما. و اینکه انسان در حقیقت باید درنگ نکنه برای کار کردن روی ایمان خودش، برای تقویت ایمان خودش، چرا که قضیه سرنوشت ابدی ماست، قضیه آخرته، قضیه بهشت و جهنم هست، یعنی چیز سرسری نیست. همونطور که ما برای دنیای خودمون میگیم که من تلاش میکنم برای اینکه آیندهمو تضمین کنم، میرم کار میکنم برای اینکه آیندهمو تضمین کنم، خب زمانی که آینده دنیا مادی انسان براش مهمه، چطور عاقلانه هست که انسان آخرت رو فراموش بکنه، آخرت خودش رو تضمین نکنه، برای آخرت تلاش نکنه، در حالی که آخرت در حقیقت اولویت هست، هدف عبودیت الله، هدف بندگی هست، هدف اینه که ما نجات پیدا بکنیم از عذاب الهی، مشمول رحمت الهی بشیم، بهشت الهی گیر ما بیاد. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز، اونی که از آتش نجات پیدا بکنه و وارد بهشت بشه، این برنده واقعیه، این سود واقعی رو کرده در دنیا. پس عزیزان بیننده، قضیه ایمان قضیه خطیریه برای مؤمن که در مورد اون نباید سهل انگاری بکنه. الله متعال به همه ما توفیق بده که در جهت رشد ایمانمون، تقویت ایمانمون و اصلاح رابطه بین خودمون و الله تلاش بکنیم، چرا که اگه این اصلاح شد، این درست شد، بقیه امور الله متعال توفیقاتش میاد، الطافش میاد و الله مؤمن رو رها نمی کنه. ایزان بیننده، الله بنده مؤمن رو رهاش نمی کنه. از امور و وسائل و اسبابی که باعث تقویت ایمان و رشد ایمان میشه ایزان بیننده، ما برخی اشاره کردیم. یکی از این مهمترین امور دعاست ایزان بیننده، دعا که از بزرگترین عبادت ها هست و همونطور که در حدیث نبوی اومده، دعا و هو العباده، دعا این عبادت، راز و نیاز و مناجات با الله متعال، و الله متعال دوست داره ایزان بیننده، دوست داره در حقیقت فروتنی بنده خودش رو، احساس عجز و ناتوانی بنده، که این که بنده ناتوانی و عجز خودش رو به درگاه الهی عرضه بکنه، به الله عرضه بکنه که یا الله همه کار توی، یا الله توی که خالقی ما رو آفریدی، همه آفریدگان رو آفریدی، توی که مالک هستی، همه چیز دست توست، مالکیت همه چیز دست توست، همه چیز از آن توست، تویی که رازقی، یا الله تویی که رزق و روزی میدی، و اللهی که در حقیقت در معنای رب یا ربوبیت انسان بیننده، این که اللهی که ما رو تربیت میکنه، اللهی که در حقیقت زمینه رشد و پیشرفت ما یا زمینه بهرمندی ما در این دنیا یا برآورده شدن مصالح ما رو الله فراهم میکنه، اللهی که سود میرسونه، اللهی که ضرر رو دور میکنه، اللهی که مشکل گشاست، اللهی که حاجت رواست، اللهی که در اوج سختی ها، در اوج مشکلات که ما از همه کس و از همه چیز ناامید میشیم، اللهی که به داد ما میرسه، لطف و رحمت الهی هست که شامل حال ما میشه. امن یجیب المضطر اذا دعا، کیه که در مونده رو اجابت میکنه، کیه که زمانی که انسان از همه چیز و همه کس ناامید میشه، از همه اسباب ناامید میشه، در حقیقت راه برون رفت برای انسان باز میکنه،
از جایی که تصورش رو نمی کنی اصلا، از جایی که فکرش رو نمی کنی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگه تقوا پیشه بکنی از جایی که انتظارشو نداری رزق و روزی بهت میده. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که بر الله توکل بکنه الله براش کافی هست. پس دعا از آن بیننده، اهمیت دعا، و الله هم از ما طلبیده و قال ربکم ادعونی استجب لکم، منو بخوانید تا شما را استجابت کنم. الله دوست داره ما ازش بخوایم ایزان بیننده. الله برعکس بندگان که چه بسا از درخواستهای ما خسته بشند، از درخواستهای مکرر ما، شاید یک بار، دو بار، سه بار یک چیزی از بنده، از مخلوق شما به طلبی اجابت بکنه درخواست شما رو، ممکنه بعدن دیگه خسته بشه، ممکنه حتی هست که برای همون بار اول هم دست رد به سینه شما زده بشه. اما الله دوست داره ایزان بیننده. هر چه ما بیشتر درخواست میکنیم، هر چه ما بیشتر ضعف خودمون، عجز خودمون، نیازمندی خودمون رو به درگاه الله ارائه بکنیم، الله خوشحالتر میشه. این ما رو به الله نزدیکتر میکنه، این درجات ما رو پیش الله بالاتر میبره، این ما رو محبوبتر میکنه پیش الله، این باعث تقویت و ازدیاد ایمان ما میشه ایزان بیننده. ما هرچی بیشتر دعا بکن. و در حدیث نبوی داریم در ایزان بیننده که الله عصبانی میشه نسبت به بنده ای که ازش نخواد، طلب نکنه. چرا که خواستن از الله، دست دعا بلند کردن ایزان بیننده، این توحیده. بزرگ داشت اللهه، اعتقاد و باور انسان به ربوبیت الله، به الوهیت الله، به اسماء و صفات الهی، به عظمت و جلال و جبروت الله، به این که الله قوی هست و همه ضعیفند، همه مخلوقات دیگه ضعیفند، به این که الله، اللهی که در حقیقت رحمان و رحیمه، رحمت الله بیکرانه به نسبت بندگان خودش، اللهی که به کفار از رحمت خودش کفار و ناامید نمی کنه انسان بیند، بی دینان و از نعمتهای خودش بهرمند می کنه، چطور بنده مؤمن رو رها می کنه؟ چطور ما رو رها می کنه؟ چطور ما رو تنها می زاره؟ پس ما این میطلبه که انسان بره به طرف الله عزیزان بیننده. و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگه بندگانم با چه لطافت عزیزان بیننده، با چه لطفی الله متعال عبادی بندگان من ما را خطاب قرار میده، فإنی قریب، نزدیکم، احتیاج به هیچ واسطه ای نیست، هیچ پارتی نیست، الله نزدیکه. بر همه حال انسان استان دعا را بلند بکنه و از الله بخواد، خوشحال میشه. حتی خود دعا کردن ایزان بیننده درجات ما را میبره بالا، باعث تقویت ایمان ما میشه، باعث اجر، یعنی در واقع اجر و پاداش فراوان برای ما هست زمانی که ما دست دعا بلند میکنیم. چرا که این اوج تواضع هست. چرا ما در حدیث نبوی داریم که زمانی که انسان سجده میکنه نزدیکترین حالت به نسبت الله متعال داره، اونجا شما از همه حالت، از وقتهای دیگه، موقعهای دیگه به الله نزدیکتری. فاکثر الدعا، زیاد دعا بکنی در سجده. چرا که اوج تواضع و فروتنی بنده در برابر الله متعال تو سجده هست. ما پیشانی خودمون رو، شریفترین مکان بدن خودمون رو میذاریم روی خاک، یعنی ای الله ما در برابر تو هیچی نیستیم، یا الله اگه لطف تو نباشه، اگه رحمت تو نباشه،
اگه یاری تو نباشه، اگه همراهی تو نباشه، اگه تو دست ما رو نگیری، اگه تو الله هوای ما رو نداشته باشی، ما کی هستی؟ برای اینی که در دعای نبوی داریم ازان بیننده، یا حی و یا قیوم به رحمتی که استغیف اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفت عین، حتی به اندازه یک چشم هم زدن، یا الله ما را به حال خودمون رها نکن. این اوج تواضع ازان بیننده، اوج بندگی. اصلا معنی عبادت و بندگی، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده که الدعاء هو العباده؟ علما عبادت رو تعریف کردن انسان بیننده. نهایت خضوع و فروتنی همراه با نهایت محبت به نسبت الله متعال. نهایت خضوع و فروتنی و تعظیم الله متعال به همراه نهایت محبت به نسبت الله متعال. پس دعا کبر از ما دور میکنه، دعا خود بزرگبینی رو از ما وجودمون دور میکنه. اصلا این که انسان خودش رو محور بدونه خیلی خطرناکه انسان بیننده. و متاسفانه مادیگرایی امروز و مکاتب مادیگرایی و افکار مادیت و ضد دینی و دین ستیزی میاد انسان رو محور قرار میده. مادیگرایی اینجوری ازن بیننده، حتی در واقع یک افکاری که ارائه میشن در قالب اینکه آقا روانشناسی و پیشرفت فردی و نمیدونم اینکه انسان موفقیت و چطور آینده تو بسازی و چطور پولدار بشی و چطور موفق بشی و مثل امثال قانون جذب و نمیدونم اون NLP برنامه ریزی عصبی کلامی علمی هست تدریس میشه که آقا شما همه کار خودتی، هر چی بخوای فکر اونو بکنی و همیشه تو ذهنت باشه و بگی من میتونم، من پولدار میشم، من میلیونر میشم، من میلیاردر میشم، من رئیس جمهور فلان کشور میشم، من میتونم رهبر دنیا بشم، اینو تکرار کنی، همه چیز دست به دست هم میده که شما به هر چیزی که میخوایی برسی. خب علیاذ بالله دیگه انسان میره به طرف علیاذ بالله خدا شدن، که آقا هر چه من بخوام، هر چه آرزوشو بکنم، هر چه دلم بخواد و در جهت اون فکر بکنم، در جهت اون تلاش، یعنی از اسباب مادی استفاده میکنم، بهش میرسم. حالی که در عقیده ما اینگونه نیست انسان بیننده. ما از اسباب مادی استفاده میکنیم، این از شرع، از دین ماست. دین ما نگفته ما اسباب مادی رو بذاریم کنار، دین ما نگفته ما از امکانات مادی استفاده نکنیم، از اسباب و وسایل استفاده نکنیم، نگفته تو خونه بشین پول برات میاد. همونطور که عمر رضی الله تعالی عنه گروهی رو دید توی مسجد که آقا چرا نمیرید برای رزق و روزی تلاش نمیکنید، گفتن ما میشینیم تو مسجد الله عبادت میکنیم و الله رزق و روزی میده. گفتن ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، برید تلاش بکنید، آسمان طلا و نقره نمیباره. انسان مؤمن از اسباب مادی استفاده میکنه انسان بیننده، اما دل به اسباب نمیبنده، اما تعلق قلبی به نسبت اسباب نداره. توکل بر الله، استفاده از اسباب و توکل بر الله، نتیجه به الله واگذار میکنه. و این که این اسباب مؤثر بشند یا نشند، این به تقدیر الهی بستگی داره. اینجا که قضیه قضا و قدر میاد ازان بیننده، تقدیر الهی. چه بسا ما با عقل قاصر خودمون، با علم کم خودمون، با دید محدود خودمون بپنداریم، فکر اینو بکنیم یه چیزی به نفع ماست، اگه من به فلان چیز برسم زندگیم از این رو به اون رو میشه دیگه، تمام دیگه به همه چی رسیدم، در حالی که شاید آقا شر و بدی تو در همین باشه، شاید اصلا این باعث بشه که ایمان تو از سل بشه، علیاذ بالله از دین خارج بشی، یا به ضرر تو باشه.
اینجا تقدیر الهی میاد انسان بیننده. و چه بسا چیزهایی پیش روی ما در مسیر زندگی ما برای ما پیش بیاد که باب طبع ما نباشه. ما الله تعالی میفرماد اصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چه بسا یه چیزی باب طبع شما نباشه اما به نفعتونه. اما طور که سلف میگن اگه پرده های غیب بره کنار، ما چیزی رو برای خودمون نمیپسندیم مگر اون چیزی رو که الله برای ما میپسنده. پس انتخاب الله برای بنده بهتر از انتخاب بنده برای خودش، چون ما صلاح خودمون رو نمیدونیم. ازان بیننده اللهی که با لطفش و توفیقش بنده مؤمن رو به اون مسیری که سعادتمندی دنیا و آخرتش رو تضمین میکنه سوق میده. گاهی وقتا اصلا پیش میاد انسان عزم یک کاری رو میکنه، ازان بیننده میگه من باید برم تو این خط، تو این کار، این تجارت، این حالا یه چیزی که دیگه تصمیم میگیره باید من برم تو این فاز. یهو میری داخل با تمام کلی امید و آرزو و نقشه تو ذهنت، اما سبحان الله، الله متعال در همون طول مسیر اصلا بدون اینکه خودت متوجه باشی منصرفت میکنه. یعنی بی دلیل گاهی وقتا اصلا منصرف میشی، خودت هم متوجه نمیشی چی شد، و الله متعال میاد یه راه دیگه برات باز میکنه، یک مسیر دیگه، یک راه جدید دیگه سر راه تو قرار میده. و بعد میبینی نه، خیر تو در این راهه که الان الله، این راهی که الله برات هموار کرده. و اینجاست که انسان پی میبره ازان بیننده و میگه الحمدلله که اون چیز اون راه نشد، الحمدلله که من اون مسیر رو نرفتم، الحمدلله که اون در اونجا موفق نشدم که ادامش بدم، چون خیر من در این بود، من نمیدونستم. خدا اگر به حکمت به بندت دری ز رحمت گشاید، یا به رحمت گشاید در دیگری. بنده مؤمن ازان بیننده امور خودشو به الله می سپاره، تسلیم الله هست. اصلا اسلام یعنی الاستسلام لله، تسلیم شدن به الله در برابر الله. ازان بیننده تسلیم امر الهی، هر آنچه که الله برای ما مقدر میکنه و از ما خواسته ما انجام میدیم، ما اون راهو میریم. اما خب راه عبودیت و راه بندگی ابتلا و آزمایش داره، امتحانات بسیار داره، موانع داره، دست اندازها میان. اینجان که ایمان انسان محک میخوره و اینجاست که معنای دعا ازان بیننده دعا به وسط میاد که انسان در همه حال احساس بکنه نیازمند الله، در همه امورش، در همه کاراش، اصلا ما در نفس کشیدن ما به الله نیازمندی، در حرکت کردن من، در کار من، در فعالیت من، در موفقیت من، در رزق و روزی که کسب میکنیم، همش محتاج لطف الهیم، همش اللهی که توفیق باید بده به ما، اللهی که باید راه برا ما هموار بکنه. چه بسا انسان یک مریضی ناگهانی بیاد تمام چیزا انسان رو مختل بکنه، تمام برنامه های انسان مختل بشه اصلا. پس انسان دعا ازان بیننده اوج تواضع و فروتنی و احساس نیازه، و برعکس اون تکبره که انسان فکر بکنه خودش محوره و خودش میتونه به همه چیز دست پیدا بکنه، مغرور بشه به هوش خودش، من باهوشم، من باهوش و زرنگی میتونم به همه چیز برسم، من دوست آشنا و پارتی زیاد دارم، من کلی مسئول میشناسم، کلی آدم رده بالا میشناسم، کلی پولدار میشناسم، کلی آدم صاحب نفوذ میشناسم، من زبون تکون بدم همه چیزو میتونم به همه چیز دست پیدا بکنم.
این منیت و این خودخواهی انسان بیننده و این خود بزرگ بینی باعث هلاکت انسان میشه، همونطور که باعث هلاکت ابلیس شد، همونطور که باعث شد ابلیس و شیطان به انسان سجده نکنه، تمرد کنه بر فرمان الله سبحانه و تعالی. برای اینه که الله متعال در کتابش میفرماده ازان بیننده یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، ای مردم شما همه تون محتاجید، همه تون به الله نیازمندید و الله که بی نیاز ستوده هست. هیچ که نمیتونه ازان بیننده از الله احساس بی نیازی بکنه، حتی همون بیدین، حتی همون کافر، حتی همون ملحد، حتی همون که دین ستیز هست نیازمند اللهه، حتی همون هم نمیتونه از مرگ فرار بکنه، هم حتی همون هم بیمار میشه، حتی همون هم اتفاقاتی تو زندگیش پیش میاد که انتظار اونو نداره، اصلا تصورشو نمیکنه. پس انسان به ضعف خودش باید پی ببره ایزان بیننده. پس دعا ایزان بیننده از عوامل در حقیقت افزایش و تقویت ایمانه. امر شاقی نیست، همونطور که عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید، مقوله معروفی داره ایشون که من هم اجابتو ندارم، انی لا احمل هم الاجابه ولكن احمل هم الدعا، من دغدغه اجابت رو ندارم، دغدغه دعا. و انسان در فرصت بیمیج در فرصت های مختلف انسان بیننده دست دعا بلند بکنه. قوی ترین سلاح مؤمن، برنده ترین سلاح مؤمن و سلاحی که عجایب میکنه، اصلا ناممکنها را ممکن میکنه، حتی زمانی که دیگه اسباب هیچ کارکردی ندارند، این دعاست که همین چیزو تغییر میده ایزان بیننده. در غزوه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله زمانی که تمام اسباب مادی رو استفاده کردن، دستان دعا رو بلند کرد ایزان بیننده، چرا که دیگه الان توفیق الهی باید باشه. مؤمن دل به اسباب مادی نمیبنده، از اونها استفاده میکنه، اما قلبش به الله تعلق داره، توکل بر الله میکنه، نتیجه رو به الله واگذار میکنه و هر نتیجه ای که حاصل شد راضی است. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، این عقیده مؤمن، هیچ چیزی برای ما پیش نمیاد مگر چیزی که الله برای ما نوشته، مگر چیزی که الله برای ما مقدر کرده. برای اینه که مؤمن راحت زندگی میکنه، مؤمن جنگ اعصاب نداره ایزان بیننده، چون همیشه راضی است به تقدیر الهی، راضی است به اون چه الله براش مقدر میکنه، به هر اون چی که در اختیار داره الله بهش داد. از امور دیگه ایزان بیننده که در حقیقت باعث افزایش و تقویت ایمان انسان میشه اینه که انسان به دنیای فانی، به این دنیای زودگذر، به این دنیای موقت دل نبنده، چرا که ما نیومدیم تا بمونیم، ما نیومدیم تا همیشه در این دنیا زندگی بکنیم. باید انسان بدونه، یعنی بیخ و گوش ما انسان مؤمن باشه ایزان بیننده و آویزه ذهن و قلب و وجودش باشه، این زندگی موقته، این زندگی پایدار نیست. همونطور که الله متعال می فرماید به ناپایدار بودن و گذرا بودن زندگی دنیا اشاره میکنه ایزان بیننده در سوره یونس، و یوم یحشرهم که لم یلبثوا الا ساعتا من النهار، زمانی که اونا را حشر میکنیم در صحرای قیامت، چنان احساسشون اینطوری است که گویا جز ساعتی از روز در دنیا نبودند.
یعنی اینطور دنیا به سرعت میگذره، حول و حراس اونجا رو که انسان میبینه اصلا فکر میکنه که چی در دنیا نبوده. و اینکه عزیزان بیننده، انسان در حقیقت به ناچیز بودن زندگی دنیا و حقارت دنیا، حتی در آیات قرآن عزیزان بیننده الله متعال چه میفرماید، در آیات بسیار، در احادیث بسیار، این حقیقت به ما گوشزد شده که اصل این زندگی نیست. ما برای یک هدف بزرگ اومدیم اینجا. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جنیان و انسانها را خلق نکردیم مگر برای عبادت. این زندگی گذراست. و ما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، الله متعال میفرما در سوره آل عمران، زندگی دنیا چیزی جز مایه فریب نیست. و در حدیث نبوی داره میزان بیننده به حقارت و ناچیز بودن دنیا رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره میفرماید، لو کانت الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقا کافرا منها شربت ما. اگه دنیا به اندازه بال پشه ای ارزش داشت نزد الله متعال، نمیذاش که کافرها یک جرعه آب بنوشند، یک جرعه آب. همین هم ازشون الله متعال میگرفت. اما دنیا در نظر الله ارزش نداره ایزان بیننده، چرا که الله به کفار دنیا را هم داده. چقدر ما میلیاردر داریم، چقدر از ثروتمندا در صف کفار داریم، یا رفاه مادی که ظاهری که اونها از اون برخوردارن. و الله متعال هم همانطور که در مورد واقعیت اونها میفرماده ایزان بیننده، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، ظاهر زندگی دنیا، این زیور و این زرق و برق دنیا و این قشنگی دنیا و اینی که دنیا خودشو برای ما زینت میده، اینی که دنیا خودشو برای ما در واقع زیور میکنه و قشنگ جلوه میده و جذاب جلوه میده، اینا همش فریبه ایزان بیننده. و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور، اگه به اندازه بال پشه ای ارزش داشت به هیچ کافری جرعه آبم نمیداد. و همونطور که سلف میگن ایزان بیننده، مقوله سلف، الله دنیا رو به هر کی میده، چی به کسی که دوستش داره، چی به کسی که دوستش نداره. بیدینان هم دنیا رو دارن، ثروت و مال و متاع دنیا. اون ملحد، اون هندو، اون گاوپرست، اون بت‌پرست، اونی که ملحده، اونی که دین ستیزه، اونی که علیاذ بالله مبارزه با دین الهی میکنه، سر جنگ با الله داره علیاذ بالله، همشون دنیا رو، الله راه دنیا براشون باز میکنه، چرا که دنیا، اصل دنیا نزد الله قیمتی نداره. اما آخرت را اونطور که سلف میگن ایزان بیننده به کسی که دوست داره الله متعال میده. پس دل نبستن به دنیا ایزان بیننده خودش از راه های تقویت ایمانه. این که انسان همیشه یاداوری مرگ، یاداوری این که من روزی باید رخت سفر رو ببندم، از این دنیا برم، خبر هم ندارم کی موقع رفتن من فرا میرسه، کی باید از این دنیا برم، کسی خبر نمیده به ما، به ما خبر داده نمیشه که های فلانی خودتو آماده بکن، ما قرار اسرائیل به سراغ تو بیاد فلان ساعت فلان وقت، نه. و شاعر چی جالب میگه ایزان بیننده، که به قبرستان گذر کردم سباهی، شنیدم ناله و افغان و آهی، شنیدم کله ای با خاک میگفت که این دنیا نمیارزد به کاری. اونایی که الان رفتن تو قبرستان قرار گرفتند، خیلی هاشون
قبلا برو بیایی داشتند، شهرتی داشتند، نام و آوازی داشتند، صاحبان قدرت بودند، صاحبان نفوذ بودند، جباران، ستمگران، جنایتکاران، مفسدان، فاسدان، اونایی که قدرت و لشکر و ارتش و، اما انسان بره قبرستان رو ببینه، انسان بیننده اونی که فقیر بوده، اونی که در سطح پایین بوده با اونی که این همه اموال و دنیا رو جمع کرده و با تکبر زندگی میکرده، با ظلم و ستمگری و جنایت و قتل و کشتار زندگی میکرده، رحم نمیکرده به بندگان خدا، الان خوابیده توی خواب. و همه اینها آرزو دارن دوباره برگردن انسان بیننده، فرصت داده بشه بهشون. گناهکاران و غافلان و جنایتکاران و اهل ایمان حتی آرزو دارن برگردن، سجده بیشتر بکنن، یه کار خیری بیشتر بکنن، بیشتر قرآن رو تلاوت بکنن، بیشتر ذکر الله رو بگن، بیشتر سجده بکنن برای الله، بیشتر انواع عبادت ها و کارهای خیر رو انجام بدن، آرزوی بازگشت دارند. اونجاست که انسان به حقارت دنیا ایزان بیننده و اینکه در فریبی بیش نبوده پی میبره، مثل خوابی بوده و تموم شده. دوباره شاعر چه میگه ایزان بیننده؟ به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه درویش بی کفن در خاک رفته، نه دولتمند برده یک کفن بیش. اما درویشی که فقیری که تو این دنیا بوده، انسانی که چه بسا کسی اصلا نمیشناخته اونو، کسی حسابش نمیورده، مسکین، یک انسان گمنام، یک انسان ناشناخته، که چه بسا انسان‌ها با دید حقارت هم بهش نگاه می‌کردند، یا اون ثروتمندا متکبر و اون در واقع خود بزرگ بین‌ها. بدون کفن از دنیا نمیره، یک کفن. اون دولتمند و ثروتمند و صاحب مال و مقام و شهرت و دولت و حکومت و ارتش، اون هم فقط یه دونه کفن میبره. مساویان اونجا، چیزی همراه انسان نمیره توی قبر. پس بر انسان مؤمن عزیزان بیننده اینه که آرزوهاشو کوتاه بکنه. در عربی میگن قصر العمل. و علی رضی الله تعالی عنه مقوله‌ای داره که میفرماید دو چیز باعث هلاکت انسان میشه، یکی طول العمل، یکی اتباع الهوا، یا اتباع الهوا، هوا و طول العمل. یکی اینکه انسان دنبال دل خودش بره، دنبال نفس خودش بره، آقا عشقمه، آقا دلم میخواد، آقا دوست دارم اینجوری زندگی بکنم، دوست دارم فلان کارو بکنم، دوست. آقا چرا شما سخت میگیرید؟ آقا چرا شما چه کار به من دارید؟ دنبال دل خودش میخواد بره، هر چی دلش میگه، هر چه نفس و شیطان و هوای نفسانی بهش میگه، میخواد بره. هر چند منجر به بدبختیش بشه، بدبختی دنیا و آخرتش بشه. و یکی هم طول العمل، انسانی که دلبسته دنیا هست و دیگه چسبیده به دنیا، به زندگی دنیا، دو دستی سفت گرفته اونو، انگار که مرگی در میان نیست، انگار که دنیا تمومی نداره، انگار که این زندگی بی پایان هست. و از سر دنیا درگیری، حقد و کینه و حسادت و رحم نکردن به همدیگه و دروغ و فساد و علیاذ بالله حتی با دین و اعتقادات و باورها جنگیدن، اهل ایمان را مسخره کردن، شعائر الهی را مسخره کردن، همش برای دنیا، برای این دنیای
زودگذر. پس عزیزان بیننده، برای مؤمن اینو میدونه و ما یک باوری که در حقیقت چه بسا یک باور غلط عزیزان بیننده که وجود داره اینه که ما شاید این تصور رو، حالا اهل ایمان برخی این تصور رو کنن که آخو منی که نماز میخونم، منی که روزه میگیرم، منی که کار خیر انجام میدم، یا فلانی نماز میخونه، مسجد میره، آدم خوبیه، اخلاقش خوبه، با زن و خانوادش خوبه، انسان درستکاری، انسان نیکو، ولی فقیره، نظر مادی خیلی وضع آنچنان خوبی نداره مثلا، یا زندگی متوسطی داره، یا تنگ دست هست. اینا فریب شیطان انسان بیننده. یا شاید انسان شیطان به سراغ خود انسان بیاد، آخو توی که این همه داری عبادت میکنی، نماز داری میخونی، آدم خوبی هستی، برای نماز صبح میری به مسجد بلند میشی، از کارو میگی، تلاوت میکنی قرآنو، اما پولدار نیستی. چرا فلانی که اهل فساد، اهل خلافکاریه، نماز اصلا نمیخونه، وضعش خوبه، ماشین آنچنانی سواره، خونه آنچنانی داره، زندگی آنچنانی داره، برو بیا داره، بهترین مسافرت ها میره، بهترین زندگی رو داره میکنه. اینها معیار نیست عزیزان بیننده. دنیا محل ابتلا و آزمایش، همانطور که گفتیم گفتار سلف، الله دنیا رو به هر کی میده، چه دوست الله چه دشمن الله، چه اونی که در غرق در گناهان و فساده و ناشکری و ناسپاسی و کفر میکنه، به همه میده. اما آخرت رو برای اونایی که دوستشون داره الله هم متعال میده. پس تو فکر نکنه که دستنگی. اگر ذره مادی در مضیقه هستی، تو پیش الله مکانت نداری. نه انسان بیننده، این فریب شیطان هست، اینها وساوس شیطانی هست. بزرگترین دستاورد و موفقیت انسان بیننده این نیست که تو در روز یک معامله بزرگ انجام بدید، میلیون ها سود بکنی، یا کلی ملک و املاک داشته باشی، یا حساب بانکیت تو حساب بانکیت مبالغ آنچنانی باشی، یا سفرهای آنچنانی بری، یا خونه آنچنانی داشته باشی. موفقیت و دستاورد برای مؤمن عزیزان بیننده همینه که تا صبح زمانی که مؤذن ندا میده حی علی الصلات، حی علی الفلاح، الصلات و خیر من النوم، بشه تا به نماز، به رستگاری، نماز از خواب بهتره، تو بلند میشی، بر جا بلند میشی، وضو میگیری، با ذکر و یاد الهی میری به مسجد، تو خانه الهی با پای راست میری تو مسجد، اللهم افتح لی ابواب رحمتک، بیت الله مکان نزول رحمت الهیه، تو میری که از رحمت الهی برخوردار بشی، از لطف الهی برخوردار بشی، به ذکر و نماز و یاد الهی و تلاوت قرآن مشغول میشی تا نماز جماعت برپا میشه. این دستاورده، این موفقیت عزیزان بیننده، این که انسان توفیق پیدا بکنه در روز تلاوت قرآنش رو ازش فوت نشه، یک ورد تلاوت قرآن روزانه داشته باشه با تدبر، از کارش رو سر موقع بگه، نمازهای رواتب رو بخونه، صدقه بده، با دیگران با اخلاق خوب، با لبخند، با جملات زیبا، با صحبتهای خوب، و قولوا للناس حسنا، هر اون چه که باعث ایجاد محبت میشه، هر اون چه که دلهای ما رو به هم نزدیک میکنه از زبان ما در بیاد، و از هر اون چه که کینه و کدورت به وجود میاره، دلهای ما رو از هم دور میکنه و باعث میشه که شیطان بین ما جدایی بندازه، انسان زبانش رو دور میکنه، اینها همه موفقیت انسان بیننده، اینها همه دستاورده، اینها بزرگترین ثروته، اینها بزرگترین رزق و روزی است. رزق و روزی همش مال نیست که، رزق و روزی همش حساب بانکی نیست. و لذت و شیرینی ایمانی که انسان به اهل ایمان میده ایزان بیننده، خوشی و لذت معنوی، این بالاترین
لذت هست که با چیزهای مادی اصلا به دست نمیاد. شما هرچند بهترین غذاها را بخوری، طرف هست ثروتمند، انواع غذاها را میخوره، پول داره، کلسترول داره، نمیدونم مرض بیماری قندی داره، هزاران مشکلات دیگه داره، طرف ثروتمند میلیاردره، شبها با قرص میخوابه. میلیاردر هست میگه من آرزو دارم مثل فلان کارگری که عادی یعنی بیک حقوق عادی داره و با لذت غذا میخوره، شب راحت سرشو روی بالش میذاره، راحت میخواد، من آرزو دارم مثل این زندگی بکنم. پولدار پیش واقعیت زن بده. ما دیدیم با خود ما صحبت کردن، طرف هست که ملک و املاک و میگه بچه هم حرف منو گوش نمی کنن، شبها خواب ندارم، دارم فکر میکنم که این مال و اموال من بعد از من چطور این بچه ها باش چه میکنن، نمیتونم اصلا چیزی دستشون بدم. الان یکی بچه های ناباب داره، یکی پس همش رزق ایزان بیننده در رزق مادی نیست. بزرگترین رزق و بزرگترین عامل سعادتمندی برای مؤمن ایزان بیننده همون حیات طیبیه که الله تعالی وعده داده برای مؤمنان. پس این مؤمن دنیا را از دلش بیرون میکنه. و در حدیث دیگه، در حدیث نبوی داریم ایزان بیننده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که حتی در مورد اهل کفر ایزان بیننده اللهم تعالی تسول مؤمنون چی میفرماید؟ ایحسبون انما نمد به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. آیا این اهل کفر، اینایی که نافرمانی الله میکنند، اینایی که با دین الهی میجنگند، اینایی که تکبر و غرور دارند، آیا فکر میکنند که این اموال و فرزندانی که به اینها داریم و زرق و برق دنیایی که دارند و پیشرفت ظاهری که دارند و اینها ما میخواهیم که یعنی اراده خیر به اونها داریم، میخواهیم خیلی شتابان به اونها خیر برسونیم؟ بلایش رو نمیدونند اینها. این استدراجه. این آقایی که شما میگید که آقا نماز نمیخونه و به دین اهمیت نمیده و اما پول داره و ازش خوبه فلان، مگه این دلیل اینه که الله نسبت اون اراده خیر داره و الله دوستش داره؟ این استدراجه. دنیا مکان آزمایش و ابتلا و امتحانه. یکی با فقر و نداری آزمایش میشه، یکی با ثروت آزمایش میشه. و چه بسا آزمایش ثروتمندی و رفاه خیلی سخت‌تر باشه. چه بسا که انسان ساده ای ما میبینیم انسان میبینیم صفحه نمایی کارگر ساده میاد تو مسجد، هیچ که به حسابش نمیاره، اخلاقش، لبخندش، اصلا کیف میکنی وقتی اینو میبینی با لبخند، با چهره بشاش، همیشه با دیگران برخورد میکنه، از تواضعش، از اخلاقش، اصلا هیچ فکری، هیچ دغدغه‌ای. مؤمن انسان بیننده اینی که با این ذهنیت زندگی میکنه، دنیا موقته، اینو همش برای من آزمایش و ابتلاست. اگر مزیقی میاد، اگر مشکلات میاد، اگر اینها میاد، همش برای مؤمن رفع درجاته، همش برای مؤمن اجر و ثوابه، همش الله میخواد یه وقتهایی با مشکلات ایزان بیننده، یه وقتهایی با سختی هایی که میاد، الله تو رو سوق میده به طرف خودش، باعث میشه که تو بری به طرف الله، باعث میشه که به ضعف خودت پی ببری، دستان دعا بلند بکنی، به طرف کتاب الهی بری، به طرف دین الله بری، به طرف خیرات بری، درهای لطف و رحمت به سویت باز میشه و چقدر به نفعت میشه. و همانطور که و
حدیثی داره از جانب بیننده رسول الله صلی الله علیه و آله در ابن ماجه اون روایت کرده که میفرماید الا ان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم او متعلم. دنیا نفرین شده است، یعنی ارزشی نداره به شان الله و بی ارزشه هر آنچه که در دنیا هست الا ذکر الله مگر یاد الله و آنچه که مرتبط با یاد الله باشه و ما والا هر آنچه که مرتبط باشه با ذکر الله هر آنچه که در دایره عبادت و فرمانبرداری و طاعت از الله هست اونها تو دنیا ارزش دارند. و عالمون او متعلم اونی که دنبال علم میره با شناخت الله و عبادت میکنه با فهم الله و عبادت میکنه او متعلم و اون عالم که به دیگران خیر میرسونه نشر ارزش ها میده در بین جامعه مردم رو به الله نزدیک میکنه باعث خیر در جامعه هست اونطور که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود ان من الناس مفاتیح للخير کلید خیرند. حتی اگه دکترم هست، حتی اگه مهندسم هست، حتی اگه رشتهش رشته های دنیوی در واقع علوم روز هست اما اهل دینه، دینداره، باعث خیره، مبارک هستن، برکت وجودش اثر داره برای جامعه، تأثیر میزه، یعنی اثر خیر برای جامعه داره. او متعلم یا اونی که دانش پژوه به دنبال علم میره، علمی که به الله نزدیکش بکنه، علمی که برکت در وجودش بیاره. پس هر اون چه که در چارچوب عبادت و بندگی و ذکر الله باشه در دنیا ارزش داره ای زن بیننده. رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید دیگه همه چیز نفرین شده و بی ارزشه در دنیا. حتی اگر مالندوزی شما شون الله میفرماید فهم شوفی مناکبه ها و کلو من رزقه به دنبال روزی برید. اگر انسان مالندوزیش حتی به دنبال رزق و روزی رفتن به هدف طاعت و بندگی الله باشه و اینکه برای اینکه در واقع با کرامت زندگی بکنم بتونم در راه خیر انفاق بکنم در امور خیر این مالو خرج بکنم بهشتو برای خودم بخرم تجارت با الله بکنم این مال در آوردنم خیر ایزان بیننده این هم مبارکه. اما مهم اینه که دنیا تو دست مؤمن باشه نه تو دلش. عبادت و بندگی الله در اولویت، فرایض و فرامین الهی و توحید الله در اولویت و برای چندرغاز مال دنیا علیاذ بالله عبادت ها را ضایع نکنه، آخرت رو فراموش نکنه و این که تو این دنیا موقت هست و باید یه روزی بره این هم مال هم براش خیره. پس هر اون چه که مرتبط با ذکر الله و عبودیت الله هست ایزان بیننده اون ارزش داره. و از امور دیگه ایزان بیننده که در حقیقت از تقویت کننده های ایمان هست بعد از دل نبستن به دنیا و آخرت گرایی اینه که انسان شعائر الهی و حرمات الهی رو بزرگ بداره، اونها رو محترم بشمونه، فرامین الهی، عبادت ها، نماز، روزه، حج، زکات، انفاق فی سبیل الله. ما فرامین الهی رو در حقیقت بزرگ بشماریم، اونها رو دست کم نگاه نکنیم انسان بیننده. یا علیاذ بالله انسان دهنش زبانش رو به تمسخر از شعائر الهی باز نکنه، و خیلی انسان بیننده خیلی خطرناکه، حتی به حد کفر میرسه اونطور که در کلام الله هست. کسی حجاب خواهر مسلمانی رو بخواد مسخره بکنه یا به ریش کسی بخواد از ریش، از حجاب، از همه مظاهر دین، از نماز بخواد علیاذ بالله مسخره بکنه، همه اینها خطرناکه. پس بزرگ داشت شعائر الهی و فرایض و واجبات و هر اون چی
در دین که ما به اون فرمان داده شدیم ازن بیننده. و از بزرگداشت شعار الهی ازن بیننده، اهل علم میگن اینه که انسان گناهان رو دست کم نشماره. گناهان رو دست کم نشماره، نگه آقا این گناه معمولیه، حالا من یه نگاهی کردم فلان ویدیو رو نگاه کردم یک زن بی حجاب بود مثلا، چه اشکالی داره؟ این که عادی هست. تو با تو کجا هستی؟ مردم بدتر از این رو دارن انجام میدن، تو به این داره گیر میدی؟ این که چیزی نیست. نه انسان بیننده، این دام شیطان هست، این فریب شیطان هست. و الله متعال میفرماد ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. چرا الله متعال میفرماد ولا تقربوا الزنا در قرآن کریم، به زنا نزدیک نشید. یعنی فرماد زنا نکنید، به زنا نزدیک نشید. یعنی تمام مقدمات و اسباب و وسائلی که العیاذ بالله انسانو به طرف فاحشه و زنا میکشه، انسان از اونها باید دوری بکنه. و از جمله اونها نگاه حرامه، برای انسان عادی نشه. الان با متاسفانه با اومدن این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و ماهواره و انواع کانال‌ها و انواع ویدیوها و انواع، طرف شاید به راحتی چشمش میخوره به این ویدیوها، رد میشه، یکی میگه بیا این ویدیو رو نگاه کن با هم بخندیم فلان، به ما داخل اون ویدیو میاد تصاویری که حرام هست، زنی مثلا با وضع بد حجابی یا بی حجابی، نه برای انسان عادی باشه، نه انسان بیننده. همونطور که در حدیث نبوی داریم هر گناهی یه نکته رو قلب انسان، یک نکته سیاه میندازه. همین نگاه ها، همین گناه های کوچک که ما بهشون اهمیت نمیدیم، یا تو مجلسی بشینیم آقا درباره دیگران صحبت بکنیم، غیبت به راحتی، آقا دیدید فلانی شکرد، آقا فلانی فلانه، فلانی بچه هاش فلان، ما چه کار داریم به مردم؟ چه کار داریم که پرده دری مردم را بکنیم یا دنبال عیب مردم باشیم؟ و اینکه غیبت در مورد دیگران و صحبت کردن در مورد دیگران نقل مجالس باشه عادی و برای ما عادی باشه. و خود این عادی شدن گناهان انسان بیننده و اینکه انسان دلش تکون نخوره، این خودش نشانه ضعف ایمانه، از قوی ترین نشانه های ضعف ایمانه، این که گناه علیاذ بالله برای انسان عادی بشه. و برای اینه که شاعر میگه، زنمند شاعر عرب، لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا، یه چیز کوچک رو هم، گناه کوچیک رو هم دست کم نگیر، چرا که کوه از سنگ ریزه ها تشکیل شده. یا یه شاعر دیگه میگه که شاعر عرب، که انما السیل من اجتماع النقط، سیل با قطره قطره هست، قطره قطره باران میاد سیل ایجاد میکنه. گناهان هم همینطور ایزان بیننده، همین گناهان کوچک دونه دونه که ما بهشون اهمیت نمیدیم، همین نگاه ها که بهشون اهمیت نمیدیم، همین صحبت هایی که به زبانمون میکنیم اهمیت بهشون نمیدیم و فکر میکنیم عادیه، یا چیزایی میشنویم که فکر میکنیم عادیه، همه اینها دل ما رو سیاه میکنه، باعث ضربه زدن و ایجاد خلل در ایمان ما میشه. از الله متعال میخوام که به همه ما توفیق خیر عنایت بکنه و برا همه تون سربلندی دنیا و آخرت رو از الله متعال خواهان و خواستارم. برادران و خواهران خودمون در فلسطین و غزه رو هم از دعای خیر فراموش نکنیم، دعا رو دست کم نگیریم. و تا برنامه بعد همه تون رو به الله متعال می سپارم. الله ذوالجلال و الاکرام یار و نگهدار همه تون باشه.